آنچلوتی برای هر شش جام خواهیم جنگید. فرانکفورت مدعی نبود اما در نوکم پیروز شد. تنهاگ و بازیکنان منچستر رونالدو را نمیخواهند. هشدار لالیگا، قرارداد خریدهای جدید بارسا ثبت نمیشود. آمار خیره کننده مسی، 275 بار بهترین بازیکن زمین. سرمربی فرانکفورت، ترس از بایرن و رئال نداریم. زمان شروع لیگ های معتبر اروپایی، آغاز هیجان در قاره سبز. رسمی آسپلیکویتا با چلسی تمدید کرد. چلسی تایید کرد کاپیتان اسپانیویش سزار آسپلیکویتا با تمدید قرارداد خود به مدتی 2 سال موافقت کرده است. در حالی که در طول تابستان شایعات زیادی درباره انتقال سزار آسپلیکویتا به بارسلونا مطرح بود و به نظر می رسید او را باید از فصل آینده بازیکن بارسا دانست، ولی چلسی روز گذشته تایید کرد که کاپیتانش با تمدید قرارداد خود موافقت کرده است. باشگاه چلسی با اعلام خبر تمدید قرارداد آسپلیکویتا در حساب توییتری خود نوشت: آقای چلسی 2 سال دیگر. باشگاه چلسی در این توییت تصویری از کاپیتانش را با پرچم باشگاه منتشر کرد و با ایموجی قلبابی به استقبال قرارداد جدید او رفت. توافق چلسی با آسپلیکویتا برای تمدید قرارداد و نقطه پایانی بر همه تلاش‌های بارسلونا خواهد بود. قبل از این رسانه‌ها در انگلیس مدعی شده بودند که کاپیتان آبی‌ها در لندن ماندگار است. بر اساس گزارش‌ها تاد بولی مالک جدید چلسی مهمترین نقش را در ممانعت از انتقال ستاره اسپانیایی به بارسا داشت. تن هاگ و بازیکنان منچستر رونالدو را نمیخواهند. جیمی کاراگر مدافع سابق لیورپول معتقد است که رونالدو دیگر جایی در منچستر یونایتد ندارد. رونالدو شرایط خوبی در منچستر یونایتد ندارد و به دنبال جدایی است. جیمی کاراگر مدافع سابق لیورپول و تیم ملی انگلیس در مورد شرایط رونالدو گفت: من سال گذشته هم گفتم که بازگشتی رونالدو به منچستر یونایتد منطقی نیست. پیوستن رونالدو به یونایتد همیشه از نظر من عجیب بود و میدونستم به وضعیت فعلی دچار میشود. رونالدو فصل قبل خوب کار کرد و گل‌های زیادی هم برای یونایتد زد، ولی او باید قبول کند که دیگر توانایی‌های گذشته را ندارد. رونالدو هرگز نشستن روی نیمکت ذخیره‌ها را قبول نمی‌کند، ولی هیچ فوتبالیست نمی‌تواند با زمان مبارزه کند. او به زودی 38 ساله خواهد شد و دیگر رونالدو سابق نیست. رونالدو همچنین یک گلزن بزرگ است، ولی باید می‌دانم با رفتارهای اخیر اریک تن هاگ دیگر تمایلی برای حفظ او داشته باشد. ولی رونالدو بین بازیکنان منچستر نیز محبوبیت گذشته را ندارد. مشکل بزرگ رونالدو اینجاست که هیچ تیمی او را نمی‌خواهد. سرمربی فرانکفورت، ترس از بایرن و رئال نداریم. سرمربی اینتراخت فرانکفورت از انگیزه بالای تیمش برای پیروزی بر بایرن و رئال مادرید حرف زد. 6 روز دیگر در هلنسکی فنلاند تیم‌های رئال مادرید و اینتراخت فرانکفورت در سوپرکاپ اروپا به مسافه هم خواهند رفت. تیم آلمانی پس از 7 بازی دوستانه و 1 بازی رسمی در شرایط خوبی قرار دارد و فردا در اولین هفته بوندسلیگا هم باید برابر بایر مونیخ قرار بگیرد. فرانکفورت میزبان بایرن هست و سرمربی این تیم از انگیزه بالای بازیکنانش برای روزی بر قهرمانی بوندسلیگا خبر داد. اولیور گلاسنر در نشست خبری این بازی گفت: پس از برتری 4-0 بر ماگدبورگ در جام حذفی، تیم در شرایط روحی خوبی قرار دارد و مهیای بازی با بایرن هستیم. برای این بازی نیازی نیست بازیکنانتان را تهییج کنید. بازی با بایرن میتواند انگیزه هر فوتبالیست را بالا ببرد. ما ترس از بایرن نداریم و میخواهیم هفته اول را با پیروزی پشت سر بگذاریم. بایرن قهرمان بوندسلیگا است، ولی ما میخواهیم ثابت کنیم که در فصل جدید تیم مدعی خواهیم بود. پس از این بازی باید برابر رئال مادرید در سوپرکاپ اروپا قرار بگیریم و هیچ چیزی بهتر از این نیست که با پیروزی بر بایرن به مسافر رئال برویم. ما بدون ترس از نام بایرن و رئال در این 2 بازی حاضر خواهیم شد. زمان شروع لیگ های معتبر اروپایی، آغاز هیجان در قاره سبز. فصل جدید رقابت های فوتبال در نقاط مختلف جهان از جمعه به صورت رسمی آغاز خواهد شد. با متفاوت ترین و یک از پرفشارترین فصول فوتبالی روبرو هستیم که در آن 22 دوره جام جهانی فوتبال در کشور قطر به انجام میرسد. در ادامه نگاه گذرا به لیگ های معتبر میاندازیم که به زودی آغاز میشوند. لیگ برتر انگلیس، دیدار افتتاحیه این فصل امشب بین کریستال پالاس و آرسنال برگزار میشود. بوندسلیگا آلمان، فصل جدید رقابت‌های بوندسلیگا آلمان نیز امشب با دیدار دو تیم اینتراخت فرانکفورت و بایر مونیخ آغاز می‌شود. باز هم مانند سالیان گذشته مونیخ‌ها شانس اصلی قهرمانی هستند. لیگ 1 فرانسه، و
فصل جدید لشامپیونه بدون شک فصل جذاب خواهد بود. از پاریس سن ژرمن با کریستوف گالته و مسی یخت شده رونمایی می شود و تیم های دیگر به دنبال این هستند تا معجزه ای را خلق کنند. این فصل با دیدار دو تیم لیون و آژاکسیو در روز جمعه استارت می خورد. لالیگا اسپانیا، رقابت های لالیگا کمی دیرتر استارت خواهد خورد. بارسلونا با هدایت ژاوی بسیار تقویت شده و به دنبال این است تا قهرمانی را از رئال پس بگیرند. در سوی مقابل تیم کارلو آنچلوتی ثبات داشته و توانسته با خرید دو بازیکن کمی اوضاعش را بهتر از قبل کند. سری آی ایتالیا، فصل جدید فوتبال ایتالیا خیلی دیر آغاز خواهد شد. شنبه دو هفته بعد این بازی ها با دو بازی میلان و ادونیزه و سامدوریا آتلانتا افتتاح خواهد شد. آمار خیره کننده مسی، 275 بار بهترین بازیکن زمین. لیونل مسی ستاره پاریس سن ژرمن از سال 2009 بیش از هر بازیکن دیگر در فوتبال اروپا عنوان بهترین بازیکن زمین را در رقابت‌های باشگاهی به دست آورده است. مسی در طول دوران حرفه‌ایش به افتخارات زیادی رسیده و در سطح باشگاهی همه عناوین و جام‌های ممکن را بالای سر برده است. مطمئناً کمتر کسی در توانایی و درخشش خیره کننده او تردید دارد و این مسئله در آماری که اکنون توسط د پاپ فوت منتشر شده هم منعکس شده است. انسایت فهرست از 20 بازیکنی که در 12 فصل اخیر عنوان بهترین بازیکن زمین را در دیدارهای مختلف باشگاهی به دست آوردن منتشر کرده که در آن مسی با اختلاف زیادی نسبت به بقیه قرار گرفته است. در واقع او برای 8 فصل بیش از هر بازیکن دیگر این عنوان را به دست آورد و تنها کریس رونالدو در فصل 2014-15 با 19 بار کسب عنوان بهترین بازیکن زمین، آمار بهتری از مسی در فصول 2009-2010 2013-14 و 2016-17 داشته است. بهترین فصل مسی از این نظر فصل 2014-15 بود که او در 40 بازی 34 بار جایزه بهترین بازیکن میدان را به خود اختصاص داد. مسی در مجموع در این فصول 275 بار بهترین بازیکن زمین شده است، در حالی که رونالدو در این مدت تنها 66 بار توانسته در پانی بازی ها جایزه بهترین بازیکن میدان را به خانه ببرد. کلید خوردن بازگشت اوبامیانگ به لیگ برتر. مهاجم بارسلونا ممکن است این باشگاه را در نقل و انتقالات های تابستانی ترک کند. فابریزیو رومانو روزنامه‌نگار ورزشی در صفحه شخصیش نوشت پیر امریک اوبامیانگ ممکن است با ترک باشگاه بارسلونا به لیگ برتر انگلیس بازگردد. به گفته این منبع پیر امریک اوبامیانگ شاید به دوران فوتبال حرفه‌ای خود در چلسی ادامه دهد. شنیده ها حاکی از آن است که نمایندگان این باشگاه لندنی مذاکرات خود را با مدیر برنامه پیر امریک اوبامیانگ آغاز کردند. البته هنوز باشگاه چلسی به صورت رسمی درخواستی از بارسلونا برای موافقت با انتقال پیر امریک اوبامیانگ نداشته است. اوبامیانگ از جنوری 2022 برای بارسلونا بازی میکند. او از آرسنال به جمع کاتالان ها پیوست و قراردادش تا سال 2025 میلادی معتبر است. سایت ترانسفر مارکر در ارزش این بازیکن را 15 میلیون یورو تخمین زده است. مهاجم گابونی در مجموع 23 بازی برای بارسلونا انجام داد که حاصلش 16 گل و یک پاس گل بوده است. رونالدو در منچستر میماند، ادعای اتلتیک. نشر انگلیسی مدعی شد که خروج رونالدو از منچستر بعید به نظر میرسد. فصل جدید رقابت های فوتبالی لیگ برتر انگلیس از جمعه شب با دیدار تیم های کریستال پالاس و آرسنال در ورزشگاه سلهرست پارک آغاز می شود. فصلی که مدعیان کسب عنوان قهرمانی خود را تا بن دندان مسلح کردند تا بتوانند این عنوان ارزشمند را از چنگ رقبا بیرون بکشند. رونالدو که فصل گذشته ستاره بیچون چرای تیمش بود و البته نتوانست تکنه تیمش را به موفقیت برساند، قصد جدایی از منچستر را دارد. رونالدو تنها 12 ماه پس از جدایی از یوونتوس حالا قصد جدایی از منچستر یونایتد را دارد، آن هم در حالی که فقط یک سال دیگر از قراردادش باقی مانده است. منچستری ها علاقه به از دست دادن این بازیکن ندارد، اما رونالدو و ایجنت سرشناسش در تلاش برای پیدا کردن راه حلی هستند تا او را از اولترافورد بیرون بکشند. در تازه ترین مورد نشر اتلتیک مدعی شد که خروج رونالدو از منچستر یونایتد در این تابستان بعید به نظر می رسد. هشدار لالیگا، قرارداد خریدهای جدید بارسا ثبت نمی شود. باشگاه بارسلونا همچنان با معضل جدی ثبت قراردادهای بازیکنانش روبروست. بارسا عملکرد بسیار موفقی را در پنجره نقل و انتقالات تابستانی داشته و موفق شده است بازیکنان مد نظر ژاوی هرناندز را به خدمت بگیرد، اما شرایط مالی این باشگاه و سقف دستمزد پرداختی تعیین شده از سوی لالیگا باعث شده است که حالا آنها با مشکل بزرگ در ثبت قرارداد این خریدهای جدید روبرو باشند. یک از دلایل معضلی که حالا بارسا با آن روبرو شده این است که این باشگاه نتوانسته در فروش بازیکنانی که در فهرست مازاد قرار داشتند به درستی
اقدام کند و همین برای آنها درد سر ساز شده است. مدیران بارسا امیدوار بودند که بازیکنان مانند ریکی پویش، سرجینیو دست، ممفیس دپای و مارتین برایتویت تا به حال این باشگاه را ترک کرده باشند و روی فروش و در نتیجه حذف دستمزد فرانک دیونگ هم حساب کرده بودند، اما هیچ یک از این اتفاقات هنوز رخ نداده است. از سوی دیگر هزینه بالای بارسا برای جذب بازیکنان چون رابرت لواندوفسکی، رافینیا و ژول کونده باعث شده است که لالیگا بیش از پیش روی شرایط آنها حساس شود و کار برای آنها سخت‌تر شود. آنها در حال حاضر علاوه بر این سه بازیکن باید قرارداد فرانکیسی آندرس کریستانسن و آسمان دمبله را نیز به ثبت برسانند. آنچلوتی: برای هر شش جام خواهیم جنگید. فرانکفورت مدعی نبود اما در نوکم پیروز شد. سرمربی رئال مادرید تیمش را آماده شروع فصل جدید میبیند. رئال مادرید مدافع عنوان قهرمانی لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا سال 2021-22 خود را آماده فصل 2022-23 میکند و تا چند روز دیگر برای فتح اولین جام فصل جدید با حریف آلمانی مسابقه خواهد داد. آنچلوتی در خصوص سوپرکاپ اروپا مقابل اینتراخت فرانکفورت که 19 مرداد برگزار خواهد شد گفت: اینتراخت فرانکفورت که نسبت به ما برتری دارد. آنها پیش فصل خود را زودتر شروع کردند، اما ما برای پیروزی به میدان خواهیم رفت. رو به پیش نگاه میکنیم، نه به عقب. در فصل پیش رو 6 جام در دسترس خواهند بود و میخواهیم برای تمام آنها بجنگیم. فرانکفورت به دستاورد خاص رسید. آنها در میان مدعیان نبودند. آنها بازی های فوق العاده انجام دادند و بارسلونا را در نوکم با سبک فوتبال ضد حمله و توجه مضاعف به کارهای دفاعی و انتقال توپ با سرعت بالا شکست دادند.